خب این یه رسمه. خیلی از اهالی کاسبا نمیدونن اسم پدرشون چیه. بیشتر برگه ها درسته؟ آمار نشون میده تعداد تجاوز به اون فرانسوی ها تو منطقه خیلی زیاده. مادرم بیشتر از 20 جون مدلی بلده. نمیخوای اسمتو به ما بگی؟ زندگی شماره 266 از زیر 10959. درسته، ولی خودت به تاریخی که گفتی توجه کن. ماه اوت 1959 و الان سال 64. این شماره که تو گفتی مربوط به دوران محکومیت در پیش از انقلابه. اینجا هنوز شماره بهم ندادم. اون موقع کارشون منظم‌تر بود. ولی ما اینجا به عنوان زندانیان حرف نمیزنیم. این یه مصاحبه است، نه بازجویی. پس میشه تو عربی مشخصات نوشت؟ نام سعیه، نام خانوادگی لاروسی، نام پدر، نجا هانچی، درسته؟ میشناختینه؟ یه چیزایی تو پرونده هست. اونم مثل شما بلند حرف میزن. تو خیلی به صدا حساسی مگه نه؟ اولین باری که افتادم زمین فرانسوی 16 سالم. خب؟ سیگار داری؟ متاسفم، ممنون. آره، ممنونه، قدر منه. به قول اون آرمانیه که پیشش مکانیک سیالات میخوندیم، فوبیتن، فوبیتن. چی شد که به فیزیک علاقه من شدی؟ خب افلن شاخهای متعددی داشت. افلن که میدونی چیه؟ خیال میکنم مخفف جبهه نجات الجزایر باشه. منظورم نمیرسی دست به بغل بگیرم یا چه میدونم نارنجک رو اینطوری پرتاب کنم. این یکی چی؟ کسی سلام سر؟ نه، فکر نمی کنم. این کار سره ماله هم شد. هیچ کس رو صدا نزد صفیه. شما اسمتون چیه؟ چطور مگه؟ شما منو به اس صدا می زنیم ولی من اسم شما رو نمی دونم. این عادلانه نیست. مگه فرقی هم می کنه اسمم چی باشه؟ شو انتخاب کرد. چی؟ کمون. و عربیت یه جور عربیه هست که عربیه محلی. جالبه، نمیدونستم. میدونی چی دلم میخواد؟ چی؟ دلم میخواد خمیازه بکشم. خب بکش. میترسم باسم اون حرفای همیشگی رو بزنیم. خوابت میاد، خوابت نمیاد. سه شبانون سه نخوابیدی نکنه. اینم یه جور اعتصابه. حالا واقعا هست. چی؟ اعتصاب. اعتصاب یه جور اعتراضه. با من میگه به یه چی اعتراض نمیدونم. واقعا؟ واقعا. حتی به دستگیری؟ من تو زندگیم زیاد دستگیر شدم. این بار چهارمه. ولی دفعات پیش فرق میکرد. قبلا دشمنان انقلاب تو رو دستگیر میکردن. زندون همه شبیه همه. فقط اسماشون فرق میکنه. من تو زندون بابروس بودم. همینطور تو زندون حسین ده. خیال میکنه رو دیواره زندان البیار نمیشه معادل الکرد؟ چه معادله ای؟ معادله دینامیکی تابع بر مبنای تزد در مشقه و بر مبنای تبرگی مشقه ته مسایسه فکترچه بر مشقه برنده 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 بلا درسته نه؟ نه خیلی سریع حرف زدی. هر وقت برنده درسته بهم بگی باشه؟ باشه؟ از چی میترسی؟ و اون به خواستن توجهی نمی کرد. درسته؟ شما تا حالا کف کردین؟ کف کردم؟ آره کف کردین؟ ببینم این یه اصطلاحه؟ نه اصطلاح نیست. آدم واقعا میتونه کف کنه. عین صابون با حبابای ریز و درش. اولین باری یه همچین چیزی میشنوم. شنیدنی نیست. باید ببین. تو پرمندم چیزی دنگره ننوشته؟ نه به همچین موردی بر نخوردم. آره خوشم نیست. اون چیزا رو تو پرونده نمی‌نویسن. فقط نام، نام خانوادگی، نام پدر. بدون نام مادر. حالا که حرف پرونده شد، بهتره ما یه ورقی بزنیم. چطوره؟
حادثه در یک روز تعطیل اتفاق افتاد. رأس ساعت 10 صبح. درسته؟ غلطه. من هیچ وقت بمب ساعتی نساختم. تخصص من چیز دیگه ایه. چی؟ ببینم شما روزه یک شنبه کجا میریم؟ آه بزنی خودم بگم. لبه ساعه. مگه نه؟ خب آره بعضی وقتا میریم لبه ساعه. خونای شنی. بچه هایی که با پیچی و سرد بازی میکنن. وای خدای من. بله مادر. کسی تو رو صدا نزد صفی. بچه بچه بچه. برای من یه بچه میخواست و برای خودش یه نوه. هیچ خواهر برادر دیگه ای نداری؟ یه برادر داشتی؟ داشتی؟ 1960 من سوالیم کشته شد. مبارز بود؟ من موقع زندان بودم. شما هیچ وقت به مسالم رفتی؟ یه بار با اتومبیل از کنارش رد شد. تضاد بین فرانسوی ها و عربا وحشتناک بود. البته خیال میکنم این تضاد بعد از انقلاب حل شده باشه. این تضاد و ضبط انقلاب دیگه هم نمیتونه حل کنه. چون تضاد سیاسی نیست. جغرافیاییه. بین فرانسوی ها و عربا یه دره است. خوبا این طرف، بعدا اون طرف. منظورتون از خوبا بعد چی باشه؟ من دوری آموزشی اونجوری. آموزش نظامی؟ یه بار گفتم من اهل اصلاح و منجت نبودم. واحد مهندسی جوخی تخریبات. کارم اونجا بود و ساختن بمب. البته نه از نوع ساعتیش. بمب صوتی. یه چیزایی درباره‌اش شنیدم. با ایجاد سرسده زیاد ایجاد وحشت میکنه. نه از این بمبای صوتی معمولی. بمبای دستساز من کاملا ابتکاری بود. میشه بیشتر توضیح بدی؟ یه جور دستکاری تو شدت متوسط یه موج صوتی و هارمونی که ساده است. سرعت صوت در هوای معمولی 330 متر بر ثانیه است. چه کارشم 1.2 کیلوگرم برمتون کرده. کاری که من می‌کردم